خب سلام، عرض ادب دارم خدمت همتون، رفیقای خوبم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. مجید قفلی هم با یه دستور آموزش کوتاهی دیگه بریم امروز در مورد دستور جونم براتون بگه که پلن ریکرف میخوام باهاتون صحبت کنم و ببینیم که این دستور چجوری کار میکنه. بچه ها، این دستور داخل قسمت سرفیس و ردیف دوم گزینه سوم از سمت چپ میشه پلنر کروز. بچه ببینیم، ما یه سطح مقطعی داریم، یه جسمی داریم، یه کروی داریم که بسته است مثل همین دایره که اینجا داریم و خب روش کلیک میکنیم. بچه ها این دستور رو اجرا میکنیم و جسم ما رو تبدیل میکنه برامون به یه سرفیس. زمانی که جسم هم توی سطح مقطع خودش، توی زاویه خودش کاملا صاف باشه و بسته باشه، این برای ما تبدیل به سرفیس میشه. اوکی، پاکش میکنیم. حالا فکر کنید که ما یه مثلا مستطیل اینجا داریم که یه گوشه یا این مستطیل یه کوچولو اومده مثلا بالاتر از زاویه خودش خارج شده. این یه خورده میاریمش بالاتر. ببین، ما مستطیلی که انتخاب میکنیم و دستور رو میخواییم اجرا کنیم، این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون جسم ما صاف نیست، بسته هست ولی صاف نیست. خب بس صافش کنیم. یه دستوری قبلا بهتون گفته بودم، اینجا قسمت ترانسفورم پروژکت تو سی پلن، یا میتونیم بیاین تو قسمت ترانسفورم و اینجا پروژکت تو سی پلن. بچه این دستور اینجوری کار میکنه که شما روی هر صفحه‌ای که کلیت کنید، یعنی جسمتون انتخاب کنید، با توجه به همون صفحه میاد جسمتون رو روی کف قرار میده. مثلا من اگه اینجا اینو توی صفحه تاپ انتخاب کنم، کلیک راست و گزینه یس رو میزنم که فقط خودش باشه، ببینید جسم ما کاملا به کف میچسبه. حالا مثلا این دایره‌مون رو من میام اینجوری توی این حالت قرارش میدم و توی این نما، توی نمای رایتمون، من دستور رو میخوام اجرا کنم، روش کلیک میکنم، پروژکت تو سی پلن رو میزنم، گزینه یس. ببینید بچه ها، چون اینجا شیپ ما، شکل ما بیزی شکل بود، به صورت بیزی شکل میندازش روی کف. خواستم توضیح بدم در مورد پروژکت تو سی پلن. خب اینم از این. حالا که جسممون صاف شد، دوباره پلنر کرو روش کلیک میکنیم و میبینیم که تبدیلش میکنه برای ما به یه سرفیس. یه حالت دیگه که داریم، ما مثلا با پولی لاین میایم یه جسمی رو میکشیم بچه ها و اینجا یه خورده مثلا میایم نزدیکش میکنیم ولی به هم نمیچسبونیم. شاید از فاصله دور زیاد دیده نشه که این جسم بسته نیست و وقتی که پلنر کرو رو اجرا کنیم میبینیم که دستور اجرا نمیکنه. خب حالا که جسممون بسته نیست، هم میتونیم یه دستوری داریم به نام کلوز کرو، تایپش کنیم اینجا گزینه اوله بچه ها و اینجا رو میبنده خودش خود به خود. خب هم میتونیم که کنترل زد بزنیم و اینجا کنترل پوینت رو انتخاب کنیم و خیلی راحت اینو بچسبونیم به این بچه. حالا جسم ما بسته شد. اوکی، روش کلیک میکنیم، پلنر کرو رو بزنیم، میبینیم که جسم ما برای ما به یه سرفیس تبدیل شد و خیلی راحت میشه خیلی کارا باشه انجام بده. و یه چیز جالب دیگه ای که هست، شما خیلی سطح مقطع ها رو میتونید با این پلنر کرو ببندید. مثلا یه سطح مقطع یه باکسی باشه، یه انگشتری باشه، خیلی کارا رو میتونید انجام بدید. بخوام مثال بزنم جونم براتون بگه که خب ما مثلا یه باکسی رو بکشیم بچه ها. خب میاییم قسمت سالید و استرال اکسترک سرفیس رو میزنیم، گزینه اونم که نوع اینو میزنیم و اینو برمیاریم بچه ها. خب حالا چی کار میکنیم؟ میان روی دستوری دیگه ای داریم، مابلام دوپلیکیت ایج، اینو میزنیم و تمام این کرفای بالا رو انتخاب میکنیم، کلیک راست، یه کنترل جی میتونیم بزنیم، میتونیم میدونه میدونه انتخاب کنیم، فرق نمیکنه. حالا ما اینو انتخاب کنیم بچه ها، کرفا رو، دستور رو، پلنر کرفز رو بزنیم، میبینیم که سفر رو برای ما بست. یعنی خیلی جاها میتونین ازش استفاده کنیم و خیلی دستور به درد بخوریم. کم کم یه خورده تمرین کنین، دستتون میاد که کجاها از چه دستوری استفاده کنین و این واقعا نیاز به این داره که بچه ها تمرین کنین. امیدوارم که وقت بذارین و تمرین کنین تا بتونین خیلی زودتر پیشرفت کنین. مراقب خودتون باشین و امیدوارم که به درستون خورده باشین دستور. تا یه روز دیگه، خدا نگهدارتون باشه.